با درود مجدد خدمت همه شما عزیزانم. دوستی من گفت آقا اینقدر این برابر نگاه نکن، ما ناراحت میشیم. قربونت برم، باید همه کار وقتی خودت میکنی برابرم نگاه کنی، باید کامپیوتر رو ببینی، از این وقت خبر رو ببینی، دو تا کامپیوتر این برابرم گذاشتم باید نگاه کنم دیگه، فدای شما بشم. چشم دیگه باقی نموده، خدا شاهد. شب الان من دارم برنامه رو براتون ضبط میکنم 11 شبه، که برای اینکه برنامه فردا صبح سر موقع اونجا باشه که بشه پخش بشه، چون میشه 7 صبح لس آنجلس 7 و نیم و در کردستان روژلند، البته ساعت از دیرتره ولی از نظر زمانی تقریبا 1 ساعت و نیم با کردستان موقع پخشش فرق داره. اونجا اینجا 3 و نیم تا 4 و نیم وقت لندن پخش میکنن 7 تا 8 شب، اونجا 5 و نیمه که 10 تا 11 شب میشه. حالا دیگه 5 و نیم 6 نه 9 تا 10 شب میشه، تا 10 و نیم شب 9 و نیم تا 10. درست گفتم؟ نه باز درست نگفتم. در کردستان به وقت لندن 5 و نیمه، بنابراین میشه 9 شب تهران تا 10. علی حال یه خبری بود که تأکیدی بر این که بدونید اسلامی ها کیه و اسلام سیاسی چیه. آقای شیخ ابو اسلام یکی از این جانوران سلفی مصره. در مصر از زمان مبارک که تلویزیون خصوصی آزاد شد، یه عده از این اسلامی هم رفتن تلویزیون گرفتن و بعضیشون هم از بیرون پخش میکنن، خیلیشون لندن هن، در ام القرای لندن. یه جایی هست که پایینش تلویزیون مخالفان سوریه، خیلی هم جای خوبی و از نظره، ولی بالاش اتاق یک آقای پاکستانی از این اسلامیان اومده یه تلویزیون زده، اتاق اجاره میده. تو هر طرف نگاه میکنی یه ریشو انقدری نشسته، چهار تا خانم معجبی که فقط چشماشون از پشت عینک پیداست، دستکش رو سر و رو بسته، اینا نشستن راجب اسلام دارن حرف میزن. نسخه ایرانیش هم داریم. حضور اولتون عرض بکنم که این آقا آمد در یک برنامه صحبت کرد که اولا این قبطی های مسیحینا کافرن، نجستن، باید نابودشون کرد. تمام دخترها و زنانی که در تظاهرات بر ضد مرسی و اخوان المسلمین و اسلامی ها شرکت میکنن، اینها زنان روسپی هستن و تجاوز به اونا جرم نیست. با حرف ایشون یه عده از این جوانای ریشدار تو خیابون مزاحم خانوما شدن و مثلی که شما دو نصف شب هم میرفتی آزاد بود، حالا طوری شده که دختر بیچاره میخواد بره دانشگاه. یه سوالی رو من پرسیدم و بعد جواب گرفتم که آقا چرا هر دفعه ما میایم مثل تعداد معجبه ها زیادتر میشه؟ گفت خیلی ساده، تو دانشگاه دختر بی حجاب میره انگشت نما میشه و تمام دانشگاه از استاده گرفته تا دانشجوها میخوان بهش تعرض کنن، بنابراین ترجیح میده یه روسری سرش کنه که بتونه به دانشگاه. این اسلام سیاسیه، این مکتب نابود کننده خلاقیت عشق و هنره، این مکتبیست که نمادهاش همه زشتن. اسلام سیاسی چه نوع سلفیش چه نوع شیعش. لبنان رو استثناء کنید، دختره لخت میاد عکس حزب الله رو میزنه پشتش، چون شیعه است، حالا عکس حزب الله رو میزنه. لبنان استثناست، ولی همه جا نگاه کنید، تو عراق از وقتی این آقای مالکی نشسته نگاه کنید، وزراش همه یه تریش، کراواتا کم کم داره کنده میشه و قیافا داره. مصر هم همینجور، و آدم متوجه میشه که اینا هیچ هدفی جز به قدرت رسیدن ندارن. امروز در از مصر 25 سایت 25 فوریه به من زنگ زد و با من صحبت کرد که چه مقایسه بین ایران و مصر میکنه. گفتم در ایران ما آقای خمینی در پاریس گفت آقا همه آزادن، حزب توده، ملیون، همه روزنامه ها آزادن، هیچ کس متعرض کسی نمی شود. 6 ماه بعد دیگه روزنامه آزادی در مملکت وجود نداره.
روزنامه های 1 میلیون و 1.5 میلیون تیراژ بسته شد یا مصادره شد یا نماینده حضرت امام رفتن توش نشستن. روزنامه اطلاعات خودمون، امید ایران من، مجله ترا مصور مسعود بیمون، همه اینا رو هم تعطیل کرد. سپید و سیاه دکتر بهزادی، روشنفکر دکتر مصطفی، فردوسی جهانبانویی نازنین درود بر او و عباس پهلوان عمرش پایدار، همه اینا رو بست. عذر میخوام اینقدر بلند حرف زدم. خب کارهای روزهای بسیار حساسی است در زندگی من. میخوام بگم بهتون که مسئله آزادی و آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات و اینا همه حرف، سوار کار که شدن آقازادش رو میاره تو هواپیمایی، اون یکی هم آیزنش رو میگفتن، اون یکی هم برادر خانم شرکت نفت، یه اخوی دیگه در شرکت نفت، یه اخوی دیگه در فلانجا، یک آقازاده در بنیاد مستضعفان مشغول تبدیل کردن اسناد مردم به اسم والد معظم، 30 وکیل تو خیابون بخارست ردیف مأموران ثبت کردن این اسناد مردم به نام آقا، یقی رضا شاه رو میگیرین. رضا شاه اگه زمینی گرفت آبادش کرد گذاشت رفت، اینا آبادان رو میگیرن ویران میکنن و مهافرید خسروی محکوم به اعدام میشه، رئیس دزدا راست راست باستاب نوشته بود که به آقای احمدی نژاد اگه راست میگی پا بذار رو دم مؤتلفه، معلومه نمیذاره، مؤتلفه مافیای ریشه‌دار و عمیقه. حاج حبیب مؤتلفه اقتصاد رو در دستور اسدالله خان داداشش، اتاق بازرگانی و صادرات و واردات، معلوم آقای احمدی نژاد سراغ رفیق دوست نمیره، معلوم سراغ اینا قدم نمیذاره چون میدونه اینا چه خبرن. مملکت تبدیل شده به یک حوزه مافیات مختلف، مافیاهای مختلف که دارن میچاپن میخورن. کسی اگر مجال پیدا کرد در این عرصه سر بلند کرد در بیزنسش موفق شد لهش میکنن، یا میگن بیا به ما باج بده. من در چندین مورد پرونده ها رو دیدم یا آدم ها رو شناختم، آشنا شدم، دیدم چه خبر بوده. رسمن حسینی ملقب به ولایتی معاون وزارت اطلاعات رسمن اومده به یه آدم گفته آقا 2 میلیارد باید تو حساب من بذاری تا بتونی نفس بکشی، تا بتونی کار کنی. همین سعید مرتضوی باجگیر درجه اول. یه چیزی رو براتون بگم، اصلا آدم باورش نمیشه، یعنی واقعا میگم تکون. مثلا آقای محسنی اجه میگه آقای زنجانی رو به دادگاه احضار کرده محاکمش بکنه، زنجانی هم یکی از ایناست، یه آدمی که به قول معروف بقال بوده مثلا در یالقوزآباد، میارن میدازنش جلو به اسمش حساب باز میکنن، پولا میره، بعد به این میگه آقا اینا رو بعد به ما برگردونی، این پولی که الان به حسابت اومد این 10 میلیون دلار اینو باید 4 قسمت کنی بفرستی به حسابای اینا. بابا یه دفعه میره 100 میلیون پول دستشه، میگه پس کسی شدم من، پس من الان میتونم میلیونر شدم برم برای خودم خرج کنم، یقشو میگیره. آقای شهرام جزائری چجوری اومد بالا؟ مگه بستنی فروش نبود؟ هزاران انسان فرهیخته در ایران هستن که به نان شب محتاجن، چجوریشون 1 میلیون دلار جنس لوکس، مبلمان لوکس از دبی می آورد که دفترش رو تزیین کنه؟ از چه راهی می اومد؟ وقتی می رفت 170 میلیون تومان میداد اون زمان به دفتر آقای خامنه‌ای که این خمس آقاست، عجب تاجر با شرفی، به به به.
دفعه آخر که 130 میلیون دلار تومن رو نگرفتن دلیلش بود کم بود، بعدم زدنش با سرزمین، خواستن بگن ببین ما بهت امکان دادیم میلیاردر بشی، ولی مگه میتونی خودت بخوری؟ یقت رو میگیریم از بالای برج میلاد میندازیمت پایین، بلای اینجوری به سرت میاد. گفتم الان اینا میزان غضب شما رو میدونه، انتخاباتم نزدیکه، دنبال چند تا قربانی میگرد، یه در رو بکشن به جرم این که اینا سوء استفاده کرده اموال شما، بیت المال رو غارت کرد، در حال که اینا اصلا اموال بیت المال نگرفتن، سر بانکا کلا گذاشتن. اینجا هم که سر بانکا کلا میذاره، پولی که کلا گذاشته با جریمش میگیرن، یه مدت هم میره زندان، ولی اعدام کسی رو نمی کنه. اما اون دزدای سرگردنه که واقعا مال بیت المال رو خوردن، راست راست را میره، کسی کارشون نداره، چون شریکن، چون از آنچه میگیرن سهم ارباب رو میدهن، سهم شرکای کبار و بزرگ رو میدهند. آقای مهافری خسروی گفت من چرا بدم؟ داماش درست کردم، تلکابین درست کردم، چرا بدم؟ تو مملکت ساختم، کارخونه درست کردم، چرا بدم؟ گفتن نمیدی؟ حالا خدمت میرسی. محسنی اجهی گفتم در چندین مورد پرونده های قاچاقای بزرگ، یعنی یه تریلی جنس از افغانستان وارد ایران شده، طرف رو گرفتن، مطابق قانون خودشون باید طرف رو سرزر به اعدام کنن. خلخالی اون قاچاق شایی که در اصفهان گرفت، یکی 6 میلیون تومن اون زمان پول از خانوادهشون گرفت، اعدامشون نکن. بعد یه روز قبل از اعدام اومد سراغشون، گفت این پولی که دادید کمه، 4 میلیون دیگه هم بدی. این بدبخت ها، نمیگم بدبخت قاچاقچی مجازات باید بشه، ولی 4 میلیون تومن دیگه اونجا بدو بدو به زن و بچه زنگ زدن آوردن دادن. صبح زنگ زدن گفت بیاین جنازه هاشون رو ببرید. عمر خلخالی، آقای خلخالی که موقع مردن 27 کیلو بود و در گند خودش مرد، در گند خودش خفه شد، چون زن و بچهش هم حاضر نبودن بهش دست بزنن مطابق گفته دخترش. میخوام بهتون بگم پایان این اسلام ناب انقلابی محمدی بسیار پایان دردناکی خواهد بود، و به نقطه‌ای میرسیم که مردم دیگه باورشون رو از دست میدن و دادن. بزرگترین لطمه رژیم به جامعه ما بی‌هویت کردن انسان‌ها بود، اخلاق رو نابود کرده، حرمت‌های جامعه رو براش ارزش نذاشته، حریم جامعه رو، حریم خانواده رو، همه رو شکسته. حالا میاد میگه که بله این کاری که آقای احمدی نژاد کرد درست نبود، یک کسی که هنوز محکوم نشده نباید آبروشو برد. عجب. از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. عجب، حرمت مردم، اسرار مردم، زندگی مردم، مگه شما برای کسی حرمت قائل شدید؟ مادر پیر رو میبرید بدترین توهین ها رو بهش میکنید، توی صورت مادر ستار بهشتی میزنید و شرم نمیکنید. شما، من نمیدونم از کجا آمدیم، در کدام ویسلند یا ناکجا آباد بزرگ شدید. من نمیخوام مثل بعضی ها بگم بله اینا سابقه شون نمیدونم مادرشون در فلان جمع، ابدا همه ما از مادر و پدری آمدیم که مقصر در آنچه ما شدیم نیستن. حالا ممکنه بعضی ها محیط خانوادگیشون به رشد عامل مجرمیت در اونا کمک کرده باشه، ولی در مجموع این آدم ها هستن که تسلیم قدرت میشن. سعید مرتضوی وقتی تو مدرسه ای توی می بود یا یزد درس میخوند جنایتکار نبود،
اما به محض اینکه در برابر قدرت خانوم قرار گرفت، اخلاق و شرف و انسانیت و دین و وطن و همه رو داد. این آزمایش مهمی است. من بارها گفتم حکایت شیخ صنعان بی خود بر زبان عطار نمی نشیند. بی خود این قصه در حکایات ما به عنوان یک مثل معروف خاص و عام نمی شود. حکایت هایی که ما داریم اینا همه در پشتش حکمت و موعظه و پند و اینا داره به ما میگه. آقا داستان برسیسا رو میخونی، داستان مختلف که میخونی، توبه نصوح، چه آقا داستان، چرا اینو داره بهت میگه؟ قصه چیست؟ چرا یه آدمی که از لذایز دنیوی داره بهره میبره، تو حمام زنانه رفته، خود رو به صورت زن آراسته و داره خودش رو ارضا میکنه، اون لحظه ای که گیر میفته، الان رازش فاش میشه، میرن گردنشو میزنن، یک لحظه در دل خودش زاری میکنه، ندبه میکنه که خدایا منو ببخش، من دیگه چنین نخواهم کرد. این برای نیست که به شما بگه آقا طرف رفت پیش خدا گفت. نه، داره به شما میگه وقتی تسلیم هوا و هوس شدی، یک لحظه درنگ کن به خدای، تأمل کن در خودت کجا داری میری. نمیخوام براتون موعظه کنم، این حرفا رو بزنم، شما منتظر من براتون تفسیر کنم، ولی در هر حال گاهی اوقات این حرفا رو هم باید زد. اشاره کردم بهتون که در سوریه چه میگذره، در مصر هم که اوضاع رو دارید میبینید دیگه، در تونس هم که دارید میبینید. آقای جبالی قرار بود کابینه ائتلافی یا کابینه تکنوکرات تشکیل بده، حزبش که ایشون دبیر کلشه و آقای راشد القنوشی امام خمینیشه، اجازه نمیده بهش این کار بکنه، چون قنوشی میخواد قدرت در دستش باشه. یه عده تکنوکرات بیان و به نفع مردم تونس کار بکنن، مردم معلوم، مردم تونسی اعتمادی به حزب نهضت ندارن. در مصر هم همینطور. به قول یک دوست روزنامه‌نگار مصری امشب در العربی بود، گفت آقا اینا قدرت اداره کردن یک روستا رو ندارن، در هر کجا رفتن آبروریزی، دزدی و گندکاری کردن. این اسلام ناب انقلابی محمدی. آقای اخضر ابراهیمی از طرح آقای معاذ الخطیب حمایت کرده که بشنن گفتگو کنن، ولی ولید المعلم کسی نیست که باش گفتگو بکنن. در عراق چندین انفجار وحشتناک رخ داد و آقای مالکی داره در برابر پارلمانی که گفته نخست وزیر، رئیس جمهور، رئیس مجلس بیش از دو دوره نمیتونن باشن، داره زیر پا میزنه به قانون و گفته دادگاه عالی قانون اساسی نظر بده که نوکرای خودشون اونجا نشستن. و جالب اینه پارلمان پیدا کردن یکی از نوکرا که رئیس اینجا هست از بعثی‌های درجه یک بوده، منتها اینجا این بعثی میتونه کارشو بکنه. اما یه بعثی سنی که معلم بوده مجبور شده بره توی فرع حزب، از کار برکنار. یه نظامی از کار برکنار. وضع عراق هم وضع بسیار آشفته است. از یک نظر خوشحالم که در ترکیه دولت داره به صورت خیلی اساسی با کردها گفتگو میکنه. آقای اوجلان داره نقش تاریخی خود رو به منصه ظهور میرسونه. مردان تاریخ ساز مردانی هستند که در بزنگاه‌های تاریخی میتوانند از فرصتها بهره بگیرن. زنده‌یاد دکتر قاسملو هم همین قصد رو داشت، اما طرف نامرد بود، او رو به قتل رسوند. ترکیه اینقدر شعور داشت اوجلان رو نکشت، نگهش داشت برای یه همچی روزی. خانم مریم رجوی به واشنگتن در میان سناتورهای آمریکایی، حالا رو به قبله واشنگتن نماز میخونن بعد از اینکه ایشون رو
و سازمانش رو از لیست تروریست‌ها بیرون گذاشتن، بعضی از من پرسیدن آیا این دلیله که دولت آمریکا میخواد رجوی رو بیاره جای خامنه‌ای بنشونه؟ گفتم نه، دولت آمریکا هم چیکار نمیتونه بکنه، چون مردم ایران هم که تصمیم میگیرن که فردا خانم رجوی رو انتخاب بکنن، آقای رجوی رو انتخاب بکنن، یا شخصیت ها و دیگرانی که رهبری به عهده گرفتن و سازمان و تشکیلاتی دارن. آمریکا از این کارا نمیتونه. آمریکا هر جا پاشو گذاشت گند زد، اون مال عراق، اون مال افغانستان، محمد ظاهرشاه رو اجازه ندادن بیاد یک سال بمونه تا افغانستان رو جمع جور کنه. پدر بابای ملت سرش کلا گذاشتن، بردنش و سرش کلا گذاشتن. یا در عراق خیلی شخصیت های برجسته تر از آقای مالکی بودن. مگه عادل عبدالمهدی آدم حسابی نبود؟ تمام مکتب های سیاسی رو دیده بود، دانشش رو داشت، میتونست خیلی کار بکنه، نخواستن. حالا در ایران برای ما نسخه لطفا نپیچن. اگر خانم رجوی مورد قبول مردم ایران باشه، ایشون انتخاب میکنه، حالا به عنوان وکیل، وزیر، هرچی، در هر مقام. حالا این بیرون این تبلیغاتو کردن درست نیست. به نظر من سازمان مجاهدین به جای این همه تبلیغات به فکر بچه‌هایی باشه که توی پادگان لیبرتی یا اردوگاه لیبرتی در عراق در تیررس موشکای سپاه قدس هستن، که ناجوان مردانه به این بدبختایی که سازمان رهاشون کرده، آقای رجوی که حال خودشو داره تو اردن میکنه، خانمشون هم که پاریس رو سفر دور دنیا میرن، و ندیمه ها و دوروری هم که مشغول اداره امور هستن، بیچاره این بچه هایی که توی اردوگاه میده. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.
خود.